سلام، میخواهم زنده بمانم به جایی رسیده که میشه ازش تعبیل ها و تفسیر های تازه داشت، مثل روایت تن ندادن یاد دادن به قدرت. و اینجا نقطه ای میرسه که به قدرت تن میدهونه، به سوء استفاده از قدرت. امیر شایگان، افرادی که خود سرانه ریشه میدهونند و از فضای سیاست غیر شفاف و مهالود اون زمان استفاده میکنند. امیر شایگان نماینده نفوذ در قدرت و حاجی نماینده قدرت غیر پاسخگوه. باقی بهانه برای تماشای یک سریال. سریال سرگرم کننده که در دهه 60، دهه خاکستری و تیره روایت میشه تا در خلأ شبکه‌های اجتماعی، سیاست ورزی بیشتر و در پس یک جنگ تحمیلی علیه مردم باعث بروز ناهنجاری‌های پنهانی بشه و روایت همایون رو در زندان، همای مستأصل رو در بیرون و نادری که پیدا شده رو این گونه معوج برای ما نمایان کنه. از سمت دیگه کابه هایی که درگیر تبهکاری هستند و که اونقدر پاشون گیره که نمیدونن سر بلند کنن یا نه، و اگر سر بلند میکنن مگر به قیمت قماری با جانشونه، و قطاری که میاد از روی اونها رد میشه. صحنه های زیادی صرف فضاسازی های ماجرای حاجی موسا شده، جایی که خروس ها به جان هم میفتن، همه در پی پول نقش بازی میکنند و از نجات دهنده خبری نیست. اینجا باز هم عشق خودش رو نشون میده، عشق کاوه به شیوا، جایی که میخواد فقط در پی باختن های زندگیش جلوی عشق پیروزمندانه باشه. به شیوا نگو که من باختم، بگو شرط رو بردم. ماجرا اما با اینها وارد قسمت بعدی میشه. قسمت بعدی میتونه نمایان کننده زوال عشق باشه. روایت عادت هما و امیر شایگان به هم، روایت فراموشی نادر، روایت روزمرگی های همایون حقی در زندان، پوسیدن او و حکایت عشق هایی که در سیاست گم میشه و یا در قدرت حل میشه، یا اینکه باید منتظر ققنوسی باشیم که از این خاک دوباره برخیزه و عشقی رو باقی بذاره. شما چی فکر میکنید؟ لطفا توی کامنت ها بنویسید و دربارهش گفتگو کنید. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و تیک زنگوله اون رو بزنید تا ویدیوهای بعدی به محض انتشار به شما اطلاع رسانی بشه. و این دو ویدیو رو هم اگر موضوعش براتون جذابه میتونید توی کانال ببینید و بشنوید. تا ویدئوی بعدی